سلام به همه شما دوستای نازنینم، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون عالی باشه. پریسا نصری هستم، خیلی خوشحالم که با ویدیو دیگه در خدمت شما دوستای بزرگوارم هستم. خیلی وقتها ما توی انتخاب دختر یا پسری که روبرومون هست یه سری گزینه ها و آیتم ها رو در نظر میگیریم و بر اساس این گزینه ها و آیتم ها انتخاب میکنیم. اگر قرار باشه سه مورد خیلی مهم رو من بخوام برای شما اشاره کنم که باید در نظر داشته باشید به عنوان یک مثلث انتخابیه، اونم انتخاب فردی که قرار هست یک عمر باهاش زندگی کنم، به گزینه شغل، خانواده و تحصیلات فرد اشاره میکنم. خیلی وقتها ما انتخاب میکنیم طرف مقابلمون رو چون درآمد خیلی خوبی داره، چون جایگاه و لول اجتماعیش توی جایگاه شغلیش جایگاه خیلی مناسبیه و خب من خیلی میپسندم با یک همچین فردی در ارتباط باشم و این فرد رو توی زندگیم داشته باشم. اما نکته قابل اشاره و مهم اینجا این هستش، وقتی من دارم انتخاب میکنم فردی رو که از نظر شغلی درآمد بسیار بالایی داره، جایگاه شغلی بسیار خاصی رو داره، باید بیام گزینه‌های دیگر رو هم نگاه کنم، اینکه این فرد توی این جایگاه شغلی با چه کسانی مراوده داره، چه ساعت‌هایی از روز رو در کنار من نخواهد بود، اون جایی که من دوست دارم توی تفریحاتم باشه، پنجشنبه جمعه هامو در کنارم باشه، این فرد میتونه قرار بگیره یا نه، به خاطر شغلش توی شیفت‌ها و ساعت‌های کاری هستش که امکان حضور در کنار من رو توی شاید مهمترین قسمت‌های زندگیم نداشته باشه. همسر من کسی که قراره یک عمر با من زندگی کنه مأموریت میره یا نه، همسر من کسی که قراره با من زندگی کنه توی این شغلش آدم‌هایی که روبروش هستن چه تیپ آدم‌هایی هستن، آدم‌های خاصی از اجتماع هستن یا نه، با عنوان یک پزشک عموم مردم روبروش قرار میگیرن، با عنوان یک کسی که پلیس هست تو اداره آگاهی هستش افرادی قرار میگیرن که شاید مجرم باشن یا دنبال یه سری مسائل خاص باشن، چه گزینه ای رو من دارم انتخاب میکنم. شغل همسر شما توی انتخاب های شما خیلی مهمه. ببینید، شور و هیجان عشق قبل از ازدواج خیلی بالاست. وقتی میریم زیر یک سقف این شور و هیجان فروکش میکنه و حقایق خیلی واضح تر از قبل از ازدواج در مقابل دید ما نشون داده میشه و شفاف سازی تر میشه. بنابراین من باید به این نکته توجه داشته باشم، اگر دارم با فردی ازدواج میکنم که شغلش جایگاه خاصی داره که حتی روی پوشش من ممکنه تأثیر گذار باشه، باید پای انتخابم وایسم. 4 روز دیگه نمیتونم بگم نه من نمیتونم این انتخاب رو داشته باشم، من خسته شدم، پشیمون شدم. یا تحصیلات طرف مقابل من، من یک فردی هستم که از نظر تحصیلی آدمی هستم که توی گرید های بالای تحصیلی قرار دارم، همسر من یک فردی هستش که به تحصیلات اعتقادی نداره، تا یه مقطع تحصیلی تموم کرده درسش رو و اصلا کنار گذاشته و وارد بازار کار شده. حالا من با این فرد آیا کلماتی رو دارم که بتونم باهاش محاوره رو انجام بدم در طول روز صحبت کنم یا نه؟ از نظر تحصیلی من به دنبال ارتقاء تحصیلاتم هستم، از درجه ارشد میخوام برم دکترا، ولی همسر من چون اعتقادی به تحصیلات نداره میگه همینم بسته. به این باید توجه داشته باشم. روی خانواده های افراد، دوستای نازنین من، یک بخش بزرگی از زندگی شما قرار هست در کنار خانواده این فرد شکل بگیره. آیا خانواده ها همدیگه رو میپذیرن؟ آیا خانواده ها به همدیگه احترام میذارن؟ اصلا خانواده طرف مقابل من رو به عنوان عروس یا داماد میپذیره؟ توی لول اجتماعیش من رو قبول داره؟ از نظر فرهنگی ببینید، ما نمیتونیم بعد از ازدواج خانواده هامون رو کنار بذاریم. ما یه بند نافی رو داریم که به خانواده هامون متصل هستش که میتونیم بعد از ازدواج فقط این بند ناف رو شلترش کنیم، نه اینکه قیچیش کنیم و دیگه نه با پدرم حرف بزنم، نه با مادرم حرف بزنم و هیچ کس تو زندگی من نباشه. من ببینم میتونم با خانواده این فرد ارتباط بگیرم و آیا خانواده این فرد با نوع تربیت من، نوع فرهنگ من یکسان هستن؟ گاهم پیش میاد من از فرهنگی هستم که برام اعتقادات مذهبی جایگاه بسیار بالایی داره، نماز خوندنم خیلی برام مهمه، روزه گرفتنم خیلی برام مهم هستش و برام اعتقادات مذهبی خیلی مهمه، اینکه همسر من کسی که روبروی من هستش با آنچه که توی مذهب من حرام شمرده شده لب نزنه و استفاده نکنه. حالا من با کسی دارم ازدواج میکنم میگم دوستش دارم و میپذیرمش و میبینم همه آنچه که برای من مهم است در این فرد اجرا نمیشه. بنابراین خانواده ها و فرهنگی که شما دارید باش ارتباط برقرار میکنید خیلی مهمه.
به این نکته توجه داشته باشید که اگه قرار باشه روی این مثلث من تمرکز داشته باشم و روی این مثلث کسی رو انتخاب کنم، باید به تک تک این نکات با ریزبینی بیشتر توجه داشته باشم. در این حالته که من میتونم ازدواجم رو تا حد ممکنی تضمین شده جلو ببرم. من میگم ممکنی چون زوایای دیگه ای هم وجود داره توی رابطه. اگه قرار ازدواج کنید، اگه دوتا چشم دارید، دوتا چشم دیگه قرض بگیرید و با چهار چشم طرف مقابلتون رو انتخاب کنید، بعد از ازدواج اون دوتا چشم رو پس بدید بره، یه چشم دیگه تون هم بگیرید و ببندید و دیگه نگاه نکنید به حالا کاستی ها و سعی کنید حسن ها رو ببینید. امیدوارم هر جایی که هستیم پیروز و موفق باشید.